آقای دکتر، این خبر به نظر من خیلی قابل بحثه. در پی عدم توافق کمیته نامگذاری شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان یا میدان یا بولوار یا فلکه‌ای به نام دکتر مصدق، دبیر کمیته نامگذاری شورای شهر تهران اعلام کرد کارشناسان این کمیسیون پس از تحقیق و پژوهش به این جمع‌بندی رسیدن که دکتر مصدق از ویژگی‌های مورد نظر برای نامگذاری برخوردار نیست. بله، من فکر می‌کنم درسته. در شهری که بزرگراه به نام یک آخوند مرتجعی به اسم شیخ فضل‌الله نوری هست یا به عنوان روشنفکری مثل جلال آل احمد هست و بزرگراه‌های خیابون‌های متعددی از نام سید فرس، خیابون متعدد به نام یک تروریستی به نام نواب صفوی هست، جای مصدق در کنار اینها حتما نیست. من فهم کنم اگر معیار اینهایی هستن که تا به حال انتخاب کردن، حتما شأن مصدق اجل از این که در کنار نواب صفوی ها و شیخ فضل الله نوری ها باشه. مصدق یه عمر علیه فضل الله نوری ها و شیخ نواب صفوی ها جنگید، ولی به نظر من راه حلی برای این قضیه خیلی ساده است. مردم خیلی راحت خودشون میتونن اسم خیابون رو عوض کنن. دولت غلط کرده فکر کنه که میتونه همه خیابونا رو خودش انتخاب بکنه. مردم از فردا هر کدوم از شاهراهای مهم مملکت رو، مثلا همونی که اینا شیخ فضل الله نوری گفتن، از فردا شروع کنن بگن شاهراه مصدق، در ظرف یک سال جا میفته. یعنی اصلا اینجوری نیست که دولت ها حق انحصاری دارن. گذشت اون دوران، مردم میتونن از طریق شبکه‌های اجتماعی تصمیم بگیرن، مشترک بگیرن و بگن از این برای، همونطوری که سالهای سال مثلا میدون فوزیه رو مردم کماکان فوزیه میگفتن، با اینکه به نظر میامد اسمشو رژیم شاه میخواست عوض کنه، ولی مردم فوزیه رو دوست داشتن، اسم میدون رو دوست داشتن، میگفتن. الان هم خود مردم میتونن چیز کنن. منتظر مردم که منتظر یا نیازمند ولی فقیه یا ولی شهردار یا ولی محله نیستن که اسم خیابونشون رو اونا براشون تعیین کنن. اسم خیابون اینه که خود مردم استفاده میکنن. مردم از بعدا تصمیم میگیرن هر کدوم از این شاهراها رو، از مثلا کدوم شاهراها؟ من فکر میکنم مثلا شیخ فضل الله نوری خوبه عوض کنم. اینکه شیخ فضل الله نوری تجسم اون ارتجاعی است که مصدق باش میجنگید. مصدق طرفدار حکومت قانون بود، شیخ فضل الله نوری طرفدار حکومت مشروطه. از فردا خیابان مشروعه، مشروعه مصدق مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری مشروعه، مصدق مشروطه. این حکومت قانون میخواست، اون حکومت شهر و آخوند میخواست. این زیر بار آخوند نمیره و به همین خاطر با کاشانی در افتاد. اون میگفت تنها حکومت حکومت ماست و آقای خمینی هم گفت که حکومت ما در واقع ادامه همون حرفه. اونا برداری، مردم از فردا خودشون اسمشو عوض کنن. اونا هر اسم میخواد بذاره در خیابون و در چیزای رسمی، نام هر چیزی اون چیزیست که مردم بهش خطاب میکنن. یعنی اگه مردم تصمیم مشترک بگیرن، دولت ها و به طریق اولا شهرداری هایی که میترسن از رهبر، برای اینکه قاعدتا از اونجا دستور آمدی که به اسم مصدق خیابون نکنید دیگه، شرط داره. خود اینا که بیچاره دلشون بلند سر میاد میخواستن، از اونجا ندا آمده که یک کاری، چون قبلا اعلام کردن. بله قبلا اعلام کردن، بعدن ظاهرا بعدن گفتن آقا خوشش نمیاد. حالا آقا خوشش نمیاد، مردم اگه خوششون میاد، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری رو عزیمت بکنن بزرگراه مصدق. تو دهنی حسابی به رژیم خیلی، من که از بعد همش میگم بزرگراه مصدق.